40 سال بعد از انقلاب ایران دو سوال اساسی همچنان در مقابل مردم ایران مطرح است. چرا در سال 1357 انقلاب شد و چرا 40 سال بعد از آن بخش زیادی از مردم خواهان تغییرند؟ شهریار آهی مهمان من در این برنامه که سالهاست برای ایجاد اتحادی از مخالفان برای تغییر در ایران تلاش می‌کند، در ماه‌های آخر نظام پادشاهی رابطه غیر رسمی شاه با دولت وقت امریکا بود. از نظر او چرا در سال 57 مردم علیه شاه انقلاب کردند و نتیجه تلاش‌های او برای متحد کردن نیروهای مخالف تا به حال چه بوده؟ آقای شهریار راهی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. به خصوص در این مراحل حساس توی تاریخ کشورمون خوشحالم خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. در 40 سال گذشته آقای تفسیر و تحلیل‌های مختلفی درباره علل انقلاب ایران ارائه شده. می‌خواستم ببینم تحلیل شما چیه؟ چرا انقلاب شد؟ حالا مثل طوفان کامل که چیزهای مختلفی با هم ترکیب میشن در آن واحد. یکی خب برای مدتی با این رشد سریع اقتصاد شهری شدن تحولات دموگرافیک مردمی که از روستا از بافت سنتی جدا شده بودند و وارد شهر می شدن به قول امیل دورکایم اجتماع‌شناس فرانسوی دچار انومی یعنی یه حالت ناهنجاری شده بودند و این بیهنجاری باعث می شد پناه ببرن به یه چیزی که سنتا می شناختن ولی در دسترسشون هم هست، نمیست اون بافتی که دست رفته، دین. و این دینی شدن جامعه با اون تحول سری خیلی مرتبط. حالا این یک. دوم، شرایط بین المللی عوض شده بود. یعنی بعد از مدتی جنگ سرد و اوج جنگ سرد یک کسی مثل کارتر آمده بود سر کار که اعتقاد دیگه به اون میثاقا و به اون دیدگاه های زمان جنگ سرد نداشت و دیدش نسبت به ایران کاملا عوض میشد. مطلب سوم این بود که کسی که تمام شؤون کشور رو اداره میکرد و مثل پایه یه میز بزرگی بود که این میز دولت بود، اون پایه بیمار بود و میدونست رفتنی. به یه صورتی میتونیم بگیم یه سال قبل از انقلاب شاه استعفا کرد. یعنی کسی که تمام تصمیمات رو میگرفت، تصمیم گرفت دیگه تصمیم نگیره. و دولتاش خب میگفتن برای همه چیز عادت کرده بودن برن سراغ ایشون و تصمیمی دریافت نمیکردن. خب وقتی که اون کسی که همه این تصمیمات رو میگرفته رئیس سازمان امنیت خودش میذاره زندان، نخست وزیر 13 سالش میذاره زندان، چریک مسلحی مثل مسعود رجبی رو آزاد میکنه، خب اگه دشمنش بود چیکار میکرد؟ و خب ترکیب همه اینا باعث شد که دیگه استعفای شاه منجر به انقلاب ایران بشه. حالا یک عامل که بسیار فکر میکنم عامل بسیار مهمی هست، شما اینو نگفتید آقای آهی، و اون هم نبود دموکراسی و به اصطلاح احزاب، آزادی احزاب و همینطور شیوهی که به مخالفان برخورد میشد در داخل ایران، چقدر اون مؤثر بود برای اینکه مردم بیشتر علیه شاه بشورن؟ او علت این بود که ما راه رسیدن به دموکراسی را هموار نکرده بودیم، ولی علت این نبود که در اون زمان و به این صورت این انقلاب رخ داد، چون میتونستن جلوشو بگیرن. یعنی شما اگه ملاحظه بکنیم مثلا در 5 ماه بین، حالا ماهای خارجی رو میگم، آوریل تا مثلا سپتامبر خبری نبود، برای اینکه 500 نفر از روحانیونی که این چیزها رو راه مینداختن، روحانیون هم نباید بگم چون روحانیون اصیل مخالف اینا بود، اون حالا داستان طولانی تریه، بل خمینیستا که این کارو میکردن اینا دستگیر کرده بودن، آروم شده بود. بعد تیمسار نصیری میره، تیمسار مقدم میاد اینا رو آزاد میکنه، میگه آقای طالقانی به من قول داده دیگه برای منبر نره. خب آقای طالقانی میرفت در مسجد مینشست، اونی که اون بالا نشسته بود میگفت به آقای طالقانی تشریف دارن بفرمایید بالای منبر، میگفت نه من قول دادم نه بالای منبر نرم، میکروفون رو بدین از همین پایین صحبت کن. خب در یه همچین شرایطی باز مرتبه شروع شد. بنابراین خیلی سیستم های مستبد هستن که خیلی عمرشون طولانی تر از اینه. دلیل نداشت که اون موقع به این صورت این انقلاب خاص صورت بگیره که
بعقیده من 90% روحانیت مخالفش بودن. حالا یکی از تحلیل‌های رایج که عمدتاً از طرف سنت طلب‌ها مطرح میشه و شده تا به حال و کماکان هم داره میشه اینه که شاه بر سر قیمت نفت کوتاه نمی اومد، در مقابل غرب شروع کرده بود به گردن کشی کردند و غرب هم تصمیم گرفت که اونو برکنار بکنه. شما در ماه‌های آخر حکومت شاه گفته میشه که رابطه غیر رسمی ایشون با دولت امریکا بودید و در نتیجه بهش نزدیک بودید. به نظر شما این تحلیل چقدر اعتبار داره، چقدر منطقیه؟ اینقدر خلاف حقیقته. هنری کیسینگر هم اون موقع مقاله نوشت که سقف نذاریم برای قیمت نفت که از این بالاتر نره، کف بذاریم که از این پایین‌تر نیاد. یعنی هنری کیسینگر نمیخواست حالا قیمت نفت رفته بود از 3 دلار 4 دلار به 12 دلار تا 14 دلار و هنری کیسینگر میگفت نذاریم پایین‌تر از 8 دلار بیاد، برای اینکه این تضمینیه برای اینکه منابع آلترناتیو انرژی به وجود بیاد. ببینین اگه قیمت نفت هی بتونیم بالا پایین ببرین، همیشه میتونیم بالا نگرش دارین. اگر نفت آلترناتیو وجود نداشته باشه و هر وقت بخوایم بیاریم پایین، این خطریه برای اینکه سرمایه گذاری در آلترناتیو نشه. بنابراین غرب اصلا موافق این نبود از زمان که قیمت نفت پایین بیاد. این تحلیل کامل نه. ببینین چیزی که شد، تا سفر مایکل بلومنتال که وزیر دارایی بود در ماه اکتبر سال آخر 1978 به ایران، تحلیل غالب در واشنگتن دستگاه کارتر این بود حالا ما لازم نیست خیلی از شاه پشتیبانی بکنیم به علت مسائل حقوق بشر و اینا، ولی ایشون قدرت رو داره، ارتش رو داره، میمونه. بعد از اون سفر به این نتیجه رسیدن که نه، ایشون ممکنه واقعا همچین میل قاطعی به اینی که بمونن نداشته باشن. یک دفعه نگران شدن و گفتن حالا بریم ببینیم سراغ آلترناتیوها چی هست اگر شاه نباشه. که البته خب بنده کاری که میکردم توی کاسفی در وقت جلسه ای داشتن میرفتم، صحبتی که میکردم یادآور شدن فاجعه ایه که در مقابل من، نه فقط در کاخ سفید، در کاخ سعدآباد، در کاخ نیاوران، در کوچه و خیابون‌های کشور خودم سراسیمه، من همه جا داشتم میرفتم میگفتم سوانارولو و اینکوزیشن اسپانیا داره میاد. یعنی یه نظام توتالیتر دینی بزرگترین بلا رو به سر این کشور میاره. ولی خب گوش شنوا نبود. خب گوش شنوا وقتی میگی نبود، یعنی که باز چه کار میکردن؟ من یادآور شدم که از کی تا کی آروم شده بود و میتونستن این قاعده رو بخوابونه و وقتی بود که میتونستن حتی تکیه بکنن به 90% روحانیت که این وضع رو نمیخواستن. یعنی واقعا روشن‌ترین تصویر راجع به فاجعه ای که در پیش هست رو برای خود من سال آخر، یه سال قبل از انقلاب، آیت الله شریعت مداری گفتن. یعنی گفتن که این بدعت در جهان اسلام که شما حتی آزادی تقلید و آزادی استقلال اجتهاد رو میگیرید، چه بلایی به سر حتی دین خواهد آورد که شد. بنابراین واقعا پشتیبانی به اون صورتی یک سال قبل از انقلاب حتی در میان 90% روحانیت نبود برای این انقلاب. میشد چلا شکر. حالا خود شاه چی میگفت اون ماهای آخر؟ فکر میکرد چرا مردم علیهش بلند شده؟ ببینید علت اولا شاه فقید واقعا باور داشت که این خدمتی که پهلوی کرده، این کشوری که در چه اوضاعی بود که رضا شاه به قدرت میرسه به اونجا رسیده، کشور که هیچی نداشت. حالا خانواده من هم پدری هم مادری وزرای کابینه های رضا شاه بودن. واقعا کاری که کردن که شاید دادگستری نداره، دانشگاه نداره، بانک مرکزی نداره، راهن سراسری نداره، ارتشی از این مرز و بوم دفاع بکنه نداره، همه اینا رو ظرف 16 سال میسازه. و بعد رشد اقتصادی که ایران کرد در زمان محمد رضا شاه، شاه فقید باور داشتن که خب مردم میخوان اینا رو، ایشونو میخوان. یه دفعه شوکه شدن وقتی که دیدن این موج را افتاد. تا یک سال قبل شاه میرفتن نقاط مختلف کشور سفر میکردن، شما باید ببینین چه احساساتی رو مردم نشون میدادن بهشون. خب باور داشتن مردم میخوان این کارا که دارن میکنن. یه دفعه شوکه شدن.
البته اشتباه بزرگ در این بود که بعد از انقلاب سفید، بعد از قائله 15 خرداد آقای خمینی، که فرصتی بود اون موقع یه 10 سالی بود برای اینکه نهادهای دموکراتیک گسترش مشارکت بهش میدان داده بشه و مهارت‌های دموکراتیک توی مجلس آزاد و منتخب شکل بگیره. خب این نشد. این اشتباه بزرگ. و این مسئولیتش با کی بود؟ این مسئولیتش با همه اونایی بود که تصمیم گرفتن، همه اونایی بود که میتونستن مشارکت بکنن، هر دو طرف، هم قدرت و هم اونایی که مخالف قدرت بودن، که به جای اینکه بیان صحبت این کارا رو بکنن، فقط تو فقط حالا با ایدئولوژی‌های خودتون میدونی اون موقع واقعا دموکراسی مهم نبود، ایدئولوژی‌های انواع و مختلف ایثار رو نمیدونم روی این زمین نمیخواستن زندگی بکنن. این نسل جوانی که الان اومده به میدون و از یک سال پیش خودش نشون میده، اون نوع ذهنیت نبود توی اپوزیسیون. حالا به غیر از اینکه شاه به قول شما شوکه شده بود از این وضعیت که انتظار نداشته همچین اتفاقی در ایران بیفته، اون اواخر، حالا بجز اون صحبتی که در تلویزیون کرد که گفت من پیام شما مردم ایران رو شنیدم فلان اینا، در باطن خودش مسئولیت قبول میکرد، فکر میکرد که بخش زیادی از این اتفاقی که داره میفته مسئولیتش با خودشه که شرایط رو فراهم نکرده بود، اون به اصطلاح نهادهای دموکراتیک رو اجازه نداده بود، احزاب رو منحل کرده بود، ساواک رو مستولی کرده بود بر جامعه و همه تصمیم‌ها رو خود شخصا میگرفت، وزیر و وکیل و کابینه زیاد معنی مجلس اینا معنی زیادی نداشت، اینا رو قبول کرده بود چون اینها علنا میگفت در مصاحبه با بسیاری از خبرنگارهای خارجی از دموکراسی غربی اصلا انتقاد میکرد، میگفت کدام دموکراسی و اعتقادی نداشت به دموکراسی. این مسئولیت رو در ماهای آخر قبول کرده بود خودش؟ شما ببینید برداشت من از صحبتهایی که داشتیم و بخصوص یه بار بعد از اینه که ایشون در کاخ دارالسلام در مراکش بودن، به 2 ساعت و نیمی عصر رفتیم صحبتی کردیم، برداشت من این بود که انسانی که خب میدونه رفتنی است و داره بیشتر راجع به آخرت فکر میکنه و دلش شکسته، مغمومه، فکر میکنه که همه اون کارهایی که داشت انجام میداد که فکر میکرد مردم میخوان، خب حتما یه جایی یه اشتباهی یه چیزی بوده و همون مردم علیه یه همچین چیزی و برای چیزی که برای او روشن بود به یه فاجعه میانجامه به راه افتادن. دلش شکسته بود، مغموم بود. حالا شما از شما به عنوان یک رابطه غیر رسمی بین شاه و دولت آمریکا در اون ماه‌های آخر به خصوص اسم برده میشه، دقیقاً کار شما چی بود؟ یعنی چه جور رابطه ای بود بین شاه و دولت آمریکا؟ پیام‌های رد و بدل میشد. بزرگترین مشکل اختلافی بود که توی خود دستگاه آقای کارتر وجود داشت. از یه طرف مثلا همون آخر کار رو بگیم، آقای هایزر رفته ایران. حالا چرا آقای هایزر رفته؟ برای اینی که تصمیم گرفتن ما رابطه‌مون با ارتش باید حفظ بکنیم، اگرم شاه برود ما ارتش رو باید این رابطه که داشتیم در طی سالیان طولانی به وجود اومده داشته باشیم. ارتش هم برای من همیشه چیز مقدسی بود، واقعا ارتش ایران دفاع از این مرز بود. اما آقای هایزر انتخاب شد به علت اینی که وزیر دفاع آقای هارولد براند نبود واشنگتن، چارلی دانکن معاونش بود. معاونش گفت من اگه یه نفر از واشنگتن، یه جنرالی از واشنگتن بفرستم، به ستاد بزرگ JCS گزارش میده، ما نمیتونیم کنترلش کنیم، بریم اروپا. اروپا رفتن، الکساندر هیگ اصلا عصبانی شد که فرمانده ناتو بود در اروپا، معاونش هایزر رو فرستاد. حالا هایزر رفته ایران، از 2 تا کانال مختلف دستورات متضاد میگیره، از بژنسکی که میگفتش محکم پشت بختیار بیستید نذارید این انقلاب موفق بشه. خود بژنسکی به من توی یک از اونجا هر موقعی ملاقات مهمی راجع به ایران بود، این آقای گریسیک میامد اون در گوشه کاخ سفید رو باز میکرد، من میرفتم توی جلسه شرکت میکردم و بژنسکی میگفتش که این سفر رو از کتاب ویلیام لنگر راجع به انقلابا در قرن 19 در اروپا بخون، بود که موج انقلابی اینجوری میاد مردم دل میبندن به اون صورت ملایم اولیش، مثلا آقای بازرگان، در حالی که بعدن
رادیکال ترین نیروها در موج دوم میاد و این خطرناکه، باید جلوش گرفت. از اون طرف توی وزارت خارجه آقای سایروس لند و یه معاونی داشت، مسئول معاونش که نبود، مسئول دستگاه ایران بود، آقای هنری پرک، میگفتن که نه، بعد با انقلابیون رفت، انقلاب خوبه، اصلا آمریکا معمولا خودش هم یه نظام انقلابیه، یا دیدگاه عجیب غریب اینجوری داشتن. و بنابراین آقای هایزر که اونجا نشسته بود، یه جنرال که باید دستور روشن بگیره از دو تا کانال متضاد چیزایی رو میشناسه، اصلا گیج شده بود. و بیشتر کار ما این بود که این دستگاه آمریکا که خب واقعا مثل یه ارکستری که ویولونزن عالی، پیانوزن عالی، همه چیز تو اطلاعات، دفاع، دیپلماسی، همه این چیز داره، چرا این شف دورکستر، این رئیس ارکستر، این غایبه، تصمیم نمیگیره و این کارهای متضاد انجام میشه. و اون آقای کارتر بود و تنها دلیلش این بود که جری رفشون، مشاور رسانه ایش، بهش میگفتش که هر کاری تو راجع به ایران بکنی افتضاح عذاب در میاد تو اخبار ساعت 7، بنابراین دور واسه از این. خب رئیس جمهور آمریکا که نمیتونه دور واسه از این تصمیم ها. ارکستر صدای ناهنجار بیرون همه جا بود در اون موقع، اصلا یک ناهنجاری عجیب. خب حالا چرا شما به عنوان رابط انتخاب شدید؟ این به این معناست که شما از قبل ارتباطاتی با دولت آمریکا داشتید؟ من وقتی دانشجو دوره دکترا که در MIT بودم، یکی از سرپرستای تزم آقای ویلیام کافمن مشاور ارشد جیمز شلسینگر بود. جیمز شلسینگر که یه غولی بود در تاریخ استراتژی آمریکا و واقعا همین سیاست اتمی آمریکا، سیاست کلان استراتژیک آمریکا را عوض کرد. باش نزدیک شده بودم و خیلی علاقه من داشتم، یه حالت یه مربی رو برای من داشت. اون تنها کسی بود که از کابینه نیکسون وقتی که وزیر دفاع بود و فورد رفته بود توی کابینه کارتر هم بود، تنها کسی که تو هر دو تا کابینه بود، حالا وزیر انرژی شد. و این مسئله ایران براش خیلی مهم بود و اون میگفت هر کاری میشه باید کرد. به خمینی میگفت سوانارولا، میگفت سوانارولا موفق نشه، برای اینکه ما فاجعه حکومت‌های مذهبی رو در ایتالیا و اسپانیا دیدیم، میدونیم معنیش چی هست. و خب منم متعجب بودم که این روشنفکرای ایرانی چطور نمیفهمن کیه که داره میاد. یعنی یه رهبر کاریزماتیک که دیگه قدرتش نمیشه قاعده مند کرد، نمیشه قانون مند کرد، میشه تقسیم و تفویض کرد، همه قدرت توتال رو میگیره در دست، ولی ذهنیتش مال قرنها پیش، مال قرون ظلمته. و اصلا واقعا نمیدونستم، مات و مبهوت مونده بودم که چیکار میشه کرد. خلاصه دوتایی با آیش لسینگر، من ساعت کار که تموم میشد، ساعت مثلا 6 میرفتم دفترش، میشستم پای درازش رو میذاشت روی میز، با هم بحث میکردیم راجع به چیکار میشه کرد. و شلسینگر از اونایی بود که واقعا معتقد بود باید جلوی این انقلاب اسلامی ایستاد. بعد از اون طریق شما ارتباط پیدا کردین به با دولت آمریکا؟ بله، رابطه من بیشتر با اون بود، بعد از راه اون با خود برشنسکی که مشاور چیز بود. بعد میرفتم ایران و برمیگردم، چون سال پیشش در همین انستیتوی مطالعات استراتژیک لندن بودم، انستیتوی استراتژیک استادیز، و خب شاه فقید میدونستن که من این کار رو دارم میکنم، گاهی میرفتم گزارشاتی میدادم. این بود که این ارتباط برقرار شد. آیا هیچ وقت با CIA هم همکاری کردید؟ من همیشه جلساتی میده، اصلا نمیشه با دولت‌های مختلف کار کرد یه جایی یه نماینده از دستگاه اطلاعاتیشون نیاد. از دستگاه اطلاعاتی لااقل 12 تا کشور من باشون ارتباط داشتم، ولی در مورد CIA خاص 8 تا از رؤسای CIA رو، خب یکیش که آقای دویچ که پروفسور شیمین بود، یکیش که خود آقای شلسینگر، یکیش که جورج بوش پدر بود، یکیش آقای ریچارد هلمز بود که سفیر در ایران بود یه وقتی، خب همه اینا رو میشناختم. نه به غیر از شناخت، منظورم که آیا همکاری با CIA داشتید؟ فقط در همین حد که میشستیم با رؤساشون راجع به ایران صحبت می‌کردیم. می‌دونید که شما را متهم می‌کنن که با CIA همکاری؟ راه از آقای خاتمی را حتی میگن دستشون ده آمریکاست. بله، همه این چیزا رو میگن. بپردازیم به مسئله تلاش‌هایی که شما در این سال‌ها دارین می‌کنید و برای جمع کردن، ایجاد یک نوع اتحادی از مخالفان رژیم. کنفرانس های مختلف بوده و به کجا رسیدی؟ یعنی چه دستاوردی بوده براتون تا این مدت؟ چند تا سازمان تونستید جمع بکنین و چه اتحادی به وجود اومد؟ ببینید آقای فانی،
یه مقدمه رو عرض بکنم. وقتی که آمریکا اولین دموکراسی قرون جدید، حالا به عهد عتیق یونان برنمیگرد، اصلا اون داستان دیگری داره، ولی اولین دموکراسی رو به وجود میاره، سوال همه این بود که آقا مردم با هم مخالفت میکنن، اختلاف نظر دارن، اگه شاهی نباشه اون بالا که حرف آخر بزنه، فصل خطاب باشه، چطور میشه؟ این جفرسون که میاد میگه که منطق و نیت خوب به هر حال مردم رو به هم نزدیک میکنه، این پشتوانهی که برای این حرفش داشت یه چیزی بود به اسم هاوس آف برجسز، که دور از پادشاهی انگلیس اینا نشسته بودن سالها داد و ستد پارلمانی میکردن و مهارت های این رو پیدا میکردن. یه پایه دموکراسی فقط این نهادها، انتخابات و آزاد و اینا و سخت افزارش و اینا نیست، یه نرم افزاریه، یه مهارت های داد و ستد دموکراتیکه. اینا فقط وقتی به وجود میاد که مردم فقط نرن توی قالب حزبی خودشون بگن من جمهوری خواهم، من مشروطه خواهم، من چپم، من راستم و برای این کار میکنم. خب یه افراد دیگری هم هستن، برای رقابت سالم شما با اونها یه زیربنایی هم وجود داره. اون زیربنا کی باید بسازه؟ پس هر کسی دو کلاه باید سرش بذاره. اگه کار حزبی خودشو میکنه، یک کار مشترک هم با بقیه باید انجام بده، اونجاست که مشکله و اون آداب دموکراتیک به وجود میاد، در مهارت‌های داد و ستد پارلمانی به وجود میاد، در تمرین. تلاش ما برای ایجاد این بوده و مدت ها هم هست که الان این تلاش به جایی رسیده که هستن جمعی که واقعا متکثرن، از باورهای مختلف میان، مشروطه خواه هست، جمهوری خواه هست، چپ هست، راست، لیبرال توش هست، اتنیک هست، تمرکز خواه هست، همه جور توشن هستن، ولی دارن با هم دیالوگ دموکراتیک میکنن، با هم این مهارت ها رو کسب میکنن. فردا که جمهوری اسلامی از هم پاشید، که خواهد پاشید، برای اینکه همچین نظامی نمیتونه بمونه در دنیای امروز، اگه همچین چیزی وجود نداشته باشه، این مهارت های داد و ستد دیپلماتیک وجود نداشته باشه، با هم دیگه میجنگن. هر کدوم میگه من دموکراتم، ولی یکی توی سازمان و ساختار خودش چپ، یکی توی راست، به جون هم دیگه میافتن بدون اینکه هیئت منصفه ای باشه که بتونه بیاد یه جوری داوری بکنه. یعنی در واقع آقای آهی، پس شما به دنبال آلترناتیو سازی در مقابل جمهوری اسلامی نیستید، بلکه میخواین یک نوع رفتار دموکراتیک ایجاد بکنید در بین نیروهای مختلف. آلترناتیو همونه، آلترناتیو اونایی هستن که میتونن متکثر کارو پیش ببرن، چند قانونی کارو پیش ببرن. اگر نباشن آخرش باز نمیتونه، یا آنارشی میشه، یا رهبری کاریزماتیک میشه، یا دور باطل آنارشی فاشیست میشه. ولی خیلی معتقدن آقای آهی که به هر حال تلاش هایی که در خارج از کشور میشه در واقع آب در هاون کوبیدنه، به دلیل که نهایتا این در داخل ایرانه که بایستی آلترناتیوی در مقابل حکومت به وجود بیاد، باید مردم ایران درش مشارکت داشته باشن و خودشون این آلترناتیو رو به وجود بیارن، و چه بسا ممکن است داخل خود همین رژیم از به هر حال این تحولاتی که به صورت اصلاح طلبی و غیره به وجود اومده به اونجا منجر بشه. والا اصلاح طلبی که 20 سال گفتن که ما استبداد عقب میرونیم، تنها چیزی که عقب رفته خودش، یعنی ببینین اصلاح طلبی کجا بود 20 سال پیش، حالا کجا بود. اون که اصلا مسئله اصلاح این نظام که اصلا مطرح نیست دیگه، واقعا مردم هم تو خیابون دارن داد میزنن، تموم شده ماجرا. ولی اینی که آلترناتیو داخلی یا خارجه، هر دو مهمه. یه کاری هست نمیشه در خارج انجام داد، تدبیر میدانی رو، سامان دادن به اعتراضاتی که وجود داره رو نمیشه در خارج انجام داد، ولی یه کاری هست داخل نمیشه انجام داد که بسیار مهمه. الان من خدمت شما نشستم، با میلیون ها داریم صحبت میکنیم آزادانه، من نگران اینم نیست که اونجا بلند شدم چی خواهد شد پشتش. خب این کار نمیتونین در داخل کشور بکنین، میتونین کنفرانس بذارین در پارلمان سوئد که ما گذاشتیم از پیشرفته ترین دموکراسی ها، آزاد 300 نفر بیان با هم دیگه بشن صحبت بکنن، بعدم برگردن خونه شون. اینا مهمه، این کار نمیتونین در داخل انجام بدین. جنبشی که در داخل کشور شروع شده یه جنبش اصیل، آخرش هم موفق بشه، ولی قبل از موفقیت باید به هم وصل بشه، باید منشأ سیاسی تمام این مشکلاتی که الان پراکنده و مورد به مورد مطرح میشه اون مطرح بشه. اون کار و اون نقطه اتصال رو در داخل کشور نمیشه گذاشت، خب میگیرنش.
اینه که این رول مکمل خارج و داخل در سامان دادن به جنبش بزرگ علیه جمهوری اسلامی حیاتیه. آها، شما آقای یحیی در مقطعی مشاور شاهزاده رضا پهلوی بودید و الان دیگه نیستید. این به این معناست که دیگه اعتقادی به اون شکل حکومتی پادشاهی ندارید و اصولا اون زمان که با آقای پهلوی همکاری میکردید اون اعتقاد رو داشتید و الان دیگه ندارید؟ نه، من همیشه مشاور غیر رسمی ایشون بودم، امروز هم هر وقت شعاری بخوان در خدمتشون هستم. اون موقع هیچ وقت رسمی به صورت یه مشاور رسمی در دفتر نبودم. نه، اتفاقا من عقیده دارم شاهزاده رضا پهلوی رول بسیار مهمی رو بازی میکنن امروز، نه به عنوان نماینده سلطنت طلبان، بیشتر افرادی که تو دفتر ایشون الان دارن کار ایشون انجام میدن جمهوری خواهن، گذر کردن مثل جوونا از این مسئله، این مشکلات نسل قبلی رو ندارن. ولی اصولا خود شما جمهوری خواهید؟ من فکر میکنم امروز فقط تو فقط پرچم دموکراسی رو باید هوا کنیم و بگیم این یه تصمیمی که یه روز همه مردم ایران حق دارن در شرکت بکنن، بیان در یه رفراندوم نظر خودشون رو بگن. امروز تمرکز رو بذاریم در روی دموکراسی در مقابل استبداد، اونم این استبداد دینی. خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه. ممنون. خوشحالم خدمتتون بودم.